تا کنون حوادث بسیاری در مدارس ایران به علت ناایمن بودن باعث تهدید جان دانش آموزان شده است و عمده دلیلی که باعث بحرانی شدن این معضل شده مشکلات مالی مدارس در سراسر ایران است. به گزارش که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. بر اساس گزارش‌های رسمی و اعلام رئیس سازمان مدیریت بحران و مراکز آتش‌نشانی در سراسر ایران، وضعیت ایمنی مدارس در بسیاری از نقاط ایران از جمله کلان شهرها و شهرستان‌ها در شرایط مطلوبی قرار ندارد. حدود 50% از مدارس کشور ایران به ویژه در شهرهای بزرگ از نظر سازه‌ای و ایمنی در برابر حوادث همچون آتش سوزی و زلزله در شرایط نامناسبی قرار دارند. ایمنسازی مدارس به عنوان یکی از اولویت‌های مهم سازمان‌های مسئول از سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت ایمنی در بسیاری از مدارس انجام نشده است. نیمی از مدارس تهران و بسیاری از مدارس در سایر نقاط کشور هنوز به طور کامل از نظر ایمنی بررسی نشدند و برخی از مدارس نیز بودجه کافی برای انجام این اقدامات ندارند. مشکلات مالی مدارس از جمله عوامل اصلی در عدم پیشرفت ایمنسازی محسوب می شود. به گفته کارشناسان اجتماعی، بسیاری از مدارس حتی در تأمین هزینه های جاری مانند قبوز آب و برق با مشکل مواجهند که برسد به تأمین منابع لازم برای ارتقاء ایمنی. به اعتقاد کارشناس ایمنی، بسیاری از مدارس غیر دولتی که شهریهای بالایی دریافت می‌کنند، به دلیل اولویت‌های دیگر هزینه‌ای برای ایمنسازی اختصاص نمی‌دهند. در گزارش‌های سازمان نوسازی مدارس کشور نیز این چالش‌ها مطرح شده است. با وجود اقدامات این سازمان در سالهای اخیر هنوز تعداد قابل توجهی از مدارس به ویژه در مناطق محروم و روستایی از ایمنی لازم برخوردار نیستند. وضعیت ایمنی مدارس در شهرستانها نیز مشابه پایتخت است و حتی در برخی مناطق مدارس به دلیل شرایط جغرافیایی و کمبود منابع در وضعیت خطرناکتری قرار دارند. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود اعلام کرد که از میان 14 میلیون کودک و نوجوان در سن تحصیل، حدود 929 هزار دانش آموز در سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر از تحصیل باز ماندند. این وضعیت باعث شده تا تناسب میان ظرفیت مدارس و تعداد دانش آموزان نیز دچار اختلال شود و در شهرهایی چون تهران، اصفهان و مشهد نیاز به ساخت و بازسازی مدارس بیشتر از هر زمان دیگری احساس شود.